خروج قریب الوقوع باقی مانده نیروهای آمریکایی از شمال سوریه، بالا گرفتن درگیری ها، حلقه نجات بشار اسد برای کردها. در 60 دقیقه امشب میپرسیم خلأ ایجاد شده را چه کسی پر خواهد کرد؟ از نماینده شورای سوریه دموکراتیک در آمریکا میپرسیم وارد شدن ارتش سوریه به درگیری های شمال چقدر موازنه را تغییر میدهد؟ در ادامه این برنامه 60 دقیقه، تلاش نخست وزیر پاکستان برای میانجیگری بین ایران و عربستان، عمران خان از روحانی خواست با ترامپ هم مذاکره کند. تأکید رهبر ایران بر تقویت نظامی و اطلاعاتی سپاه پاسداران، آیت الله خامنه ای خواهان تجهیز کامل سپاه به امکانات داخلی شد. و 20 گول انرژی مسئول تولید 1/3 گازهای گلخانه‌ای جهان، شرکت‌های نفت عربستان ایران از آلاینده ترین ها هستند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. خبرگزاری رسمی سوریه ساعتی قبل اعلام کرده که ارتش این کشور واحدهایی را برای مقابله با نیروهای ترکیه به شمال اعزام کرده. 5 روز بعد از شروع عملیات مرگبار ارتش ترکیه علیه کردهای سوریه، دولت آمریکا متحد قبلی کردها که آنها را به حال خود رها کرده، امروز گفت همه سربازانش را از خاک سوریه خارج می‌کند. دونالد ترامپ ساده و روشن گفت که این جنگ بی پایان ربطی به واشنگتن ندارد. فعلا ستونی از دود تلابی از شهری مرزی در سوریه را پوشانده، شهری که گزارش شده از دست نیروهای کرد خارج شده. ولی مقابله سوریه با ارتش ترکیه چقدر بازی را عوض می‌کند؟ میدانی که آمریکا خالی کرده، متحد ایران و روسیه پر می‌کنند. بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از باران عباسی. با پوزش به دلیل مشکل فنی که پیش اومد، گزارش فعلا آماده نیست، ولی اجازه بدید که گفتگوی داشته باشیم در این باره با سینم محمد، نماینده شورای سوریه دموکراتیک در آمریکا که از واشنگتن دی سی با ما هستند. خانم محمد، صدای من رو میشنوید؟ متاسفانه ارتباط ما با آمریکا وصل نیست. اجازه بدید که بریم به ترکیه و گفتگوی داشته باشیم با مهمت کوچ، پژوهشگر مرکز مطالعات ایرانی آنکارا از همین شهر با ما. آقای و همینطور مهمان دیگر برنامه که به برنامه پیوستن، رامان قوامی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. گفتگو رو اول با آقای قوامی شروع میکنم. ایشون نزدیکتر هستند به تحولات از نظر جغرافیایی، فکر میکنم. آقای قوامی، پیوستن نیروهای بشار اسد به مبارزان و به شبه نظامیان کرد محلی چقدر بازی رو عوض میکنه؟ به نظرم تاثیر بسیار زیادی داره. اگه به توافق برسن و اجرایی بشه، نیروهای سوریه دموکراتیکی که در کوبانه و منبش هستن که بیشتر از 40,000 نیرو هستن، این نیروها فرصت این رو پیدا میکنن که به سمتی برن که در حال حاضر ارتش ترکیه و نیروهای جهادگرا و تروریستی در واقع به این منطقه حمله کردن و این میتونه این جنگ رو برای ترکیه بسیار طولانی‌تر و سخت‌تر بکنه. همچنین از لحاظ در واقع بین المللی و میتونه فشار بیشتری رو بر ترکیه متحمل بشه، چون نیروهای اروپا، کشورهای اروپایی و حتی قدرت‌های در واشنگتن اصلا موافق این امر نیستن که اسد کنترلش رو در واقع کنترل این مناطق رو داشته باشه. و مسئله دیگه که هستش، مسئله مردم هستن در منطقه، که ورود نیروهای اسد به این منطقه این اطمینان رو به مردم میدن که این شهرها در واقع از حمله ترکیه در امان خواهند بود. تاثیر بسیار زیادی در روحیه مردم خواهد داشت و بلشک مسئله و این جنگ رو برای ترکیه سخت‌تر خواهد. آقای کوچ، ترکیه فکر اینجا رو کرده بود که ممکنه نیروهای بشار اسد ملحق بشن به نیروهای کرد و وضعیت به این شکل در بیاد؟ سلام خدمت شما بینندگان محترم. البته هر بازیگری که
قصد اقدام یک گام استراتژیک داره، حتما همه جوانب آن را مورد بررسی قرار میده اول و بعد وارد عمل میشه. بنابراین من فکر نمی کنم که اینها بدون پیش بینی و بدون در نظر گرفتن ارزیابی کردم وارد آنجا شده باشن. اینا حتما ملاحظه شده و ترکیه هم از زمان اول گفته است این عملیات محدود هست به یک منطقه خاص، و آقای اردوغان هم که امروز در سخنرانیاش گفتش که اگر رژیم میتوانست کنترل اینجا را در دست داشته باشه و در دست داشت از قبل، قطعا ترکیه نیاز پیدا نمی کرد برای ورود به اینجا. بنابراین اگه صحبت های چاوشوغلو رو هم به یاد بیاریم که با روسیه از طریق لاوروف هم میسن که یک صحبت های یک مذاکرات به طور غیر مستقیم با رژیم در حال انجام هستش برای حل و فصل این مسائل. بنابراین اینا من فکر میکنم که قبل از اقدام، قبل از شروع عملیات حساب شده و ارزیابی شده هست. آنچه که وسط راه اتفاق بیفته جزء اون سناریوها هستش و قابل ارزیابی مجدد و تجدید نظر هستش در تصمیمات. گزارشی داریم از تحولات امروز، بعد از دیدن این گزارش گفتگو رو با هر دوی آقایون ادامه میدیم. این گزارش رو باران عباسی تهیه کرده. پرچم شبه نظامیان متحد ترکیه بر فراز شهر تل ابیض، یکی از دو شهر استراتژیک شمال شرق سوریه که تصرفش برای دولت ترکیه کلیدی است. کمیان طرفتر شبه نظامیان سوریه مورد حمایت ترکیه که خود را ارتش ملی سوریه می نامند وارد شهر رأس العین شدند، در تلاش برای کوبیدن مهر تسلطشان بر منطقه‌ای که کردها در حال از دست دادنند. و این کمی بعد از بمباران نقطه ای از همین شهر، جسد هایی که روی زمین پراکنده اند و زخمی های بهت زده ای که توان حرکت ندارند و صدای مردی که میگوید عده زیادی کشته شدند. تصاویری دلخراش که قابل نمایش نیستند. نیروهای آمریکایی از اینجا دور نیستند، اما سلاح‌هایشان را زمین گذاشتند. اقدامی که کردها متحد آمریکا در جنگ با داعش خیانت می‌دانند. رئیس جمهوری آمریکا که این روزها سرگرم تبلیغات انتخاباتی است، برای چندمین بار از تصمیمش دفاع کرده. وقتی ما نمیتونیم از مرزهای خودمون محافظت کنیم، به نظرم لزومی نداره تا 50 سال آینده سربازای ما مسئول حفاظت از مرز ترکیه و سوریه باشن. من به دولت ترکیه هشدار دادم که باید به تعهداتشون عمل کنن، از جمله حفاظت از اقلیت‌های مذهبی و نگهبانی زندان‌هایی که اعضای داعش در اون محبوسن. در غیر این صورت به سرعت تحریم‌های اقتصادی شدیدی بر ترکیه اعمال می‌کنیم. زندانیان داعشی و خانواده‌هایشان اما فرصت را غنیمت شمردند. اینجا زندانی در نزدیکی شهر قامیشلی است. تصاویر دوربین مداربسته از زندانیان داعشی که در حال فرارند، بعد از اینکه خمپاره‌ای به حیات این زندان اصابت کرد و باعث همهمه و آشوب شد. کردها میگویند صدها نفر از همسران و فرزندان داعشی ها هم از اردوگاهی در شمال سوریه فرار کردند. حادثه‌ای که نیروهای دموکراتیک سوریه پیشتر درباره خطر آن هشدار داده بودند. ترکیه زندانهایی را که زندانیان داعش در آن بودند هدف گرفت و گذاشت این زندانیان فرار کنند. داعش هم در عوض به ترکیه کمک کرد و دو خودرو بمبگذاری شده را در حسکه و قامیشلی منفجر کرد. حمله ترکیه خطر احیای داعش را به واقعیت تبدیل کرده. ما در حال حاضر در دو جبهه می جنگیم، علیه حمله ترکیه و علیه داعش. شبه نظامیان سوریه مورد حمایت ترکیه میگویند 30 کیلومتر در خاک سوریه پیش رفتند و چندین نقطه استراتژیک و ده ها روستا را تصرف کردند. این تصاویری است که گفته می شود از حمله به خودروی یک فعال حقوق بشر کرد منتشر شده. هروین خلف، دبیر کل حزب آینده سوریه.
گزارش شده که نیروهای وابسته به ترکیه خانم خلف و 8 نفر دیگر را اعدام کردند. ادعایی که این شبه نظامیان تکذیب می‌کنند. عملیات ترکیه در همین چند روز گذشته جان 10 نفر را گرفته و بیش از 100 هزار نفر را آواره کرده. این زن از رأس‌العین فرار کرده با فرزند خردسال و بیمارش. میگوید دخترک 4 روز است که چیزی نخورده و جانی در بدن ندارد. ناگزیر از ترک شهری که همچنان زیر آتش ترکیه است، در جنگی که به سرعت به پیش می رود. باران عباسی، بی بی سی. همچنان محمد کوچ پژوهشگر مرکز مطالعات ایرانی آنکارا با ما هستند و همینطور رامان قوامی تحلیلگر مسائل خاورمیانه. آقای قوامی، اگر فضا به سمتی پیش بره که فشارها بر نیروهای کرد بیشتر بشه، اونها آیا از خواسته های خودشون عقب نشینی خواهند کرد در برابر دولت سوریه؟ منظورمه بالاخره اونها خواهان خودمختاری بودند و در روابط بدون دستاندازی با دولت مرکزی نداشتند. ببینید، از روز اولی که این بحران در سوریه آغاز شده، بعد از 6 ماه روسیه که در واقع اولین تعیین کننده هستش تو این کشور، اعلام کرده که هیچ مشکلی با مسئله فدرالیسم و اینکه کردها یک نوع خودمختاری تو این منطقه داشته باشن نداره. و اسد هم در واقع قدرت بسیار زیادی رو از دست داده و روسیه هم نمیتونه مدت زیادی این بحران ادامه داشته باشه و از سوریه دفاع کنه. بیشک در واقع کردها متوجه یک سری ضررهایی خواهند شد، باید یک سری در واقع شهرهایی که قبلا از داعش گرفتن رو شاید احتیاج باشه که به دولت سوریه بدن و یا اینکه در واقع از اون شهرها خارج بشن، ولی در کل نمیشه گفت که این تهدیدی محسوب میشه برای کل اون منطقه که بهش میگن روژاوا، چون کشورهای اروپایی و حتی خود آمریکا مخالف این امر هستن. هیچ وقت به رژیم اسد این اجازه رو نمیدن که بتونه کنترل خودش رو روی این نواحی در واقع داشته باشه. قبلا هم کردها اشاره داشتن که موافق هستن با نیروهای نظامی اسد که مناطق مرزی رو دست بگیرن و با این هیچ مشکلی نداشتن، ولی در نتیجه معاملات و یا در واقع معاملات که نه، گفتگوهایی که سال قبل 2018 داشتن، اسد یک خواسته دیگه از کردها داره و این که کردها همراه با رژیم اسد و ارتش اسد بتونن یک حمله ای رو به جرابلس، ادلب شروع کنن که کردها مکررن این رو قبول نکردن، ولی احتمال این وجود داره که با توجه به فشارهایی که در حال حاضر متحمل شدن در آینده همچین تصمیمی بگیرن، ولی هنوز زود هستش. آقای کوچ، اگر نیروهای وفادار به بشار اسد با نیروهای ترکیه رو در رو بشند، خطر رو در رویی ترکیه با ایران و روسیه پیش نمیاد؟ ببینید، همانطور که قبلا اشاره کردم، حتما هم با ایران هم با روسیه پشت پرده مذاکراتی در حال انجام هست و باید هم باشه برای جلوگیری از چنین امری. من فکر نمی کنم که روسیه بیاد درگیر بشه با ترکیه، چون روابط دو جانبهش خیلی متفاوت و اقتضا میکنه که روسیه چون این کاری و واکنش انجام نده. آقای کوچ، به این دلیل این سوال رو میپرسم، ببخشید، به این دلیل این سوال رو از شما میپرسم که قبلا یک بار روسیه و ترکیه سر مسئله سوریه تا آستانه یک جنگ پیش رفتن. اگر خاطرتون باشه، یک هواپیمای روسی در اون منطقه با آتش ترکیه اومد پایین. این اواخر رابطه کمی بهبود پیدا کرده بود، ولی نزدیک شدن اینها به همدیگه، آیا از رو در رو شدن نیروهای ترکیه و بشار اسد خطر بازگشت به همون زمان رو فراهم نمیکنه؟ من فکر نمی کنم، چون الان شرایط خیلی خیلی بهتر از آن موقع هستش. اگر چنین چیزی برای این مرحله در نظر می گیریم، باید اینو تو افرین ملاحظه میکردیم که کلن کنترلش تحت حاکمیت روس ها بود و اونجا اصلا پایگاه های روسی حاکم بود، مستقر بود،
و تحت فشار آمریکا، در تحت فشار نه البته با تحریک آمریکا، باعث شد که ترکیه اول به اون سمت حرکت کنه و دیدیم که اونجا روسیه با اینکه بعد از سقوط هواپیما روابط و مثلا ترمیم شده بود، روسیه رودروی ترکیه قرار نگرفت و با ترکیه موافقت کرد و پی‌وای‌دی در حقیقت اولین ضربه را از روسیه خورد و پشتیبانی روسیه را در اون منطقه از دست داد و این امکان پذیر شد که ترکیه وارد افریم بشه. در غیر این صورت اصلا امکان پذیر نبود. ترکیه نه به صورت هوایی نه به صورت زمینی نمیتونست وارد افریم بشه. بنابراین اینجا کاملا متفاوته، یعنی اینجا تو تحت کنترل روسیه هم نیست و اتفاقا روسیه هم میخواد دست آمریکا در این منطقه تضعیف بشه، بنابراین بیشتر داره پشتیبانی میکنه از ترکیه. آقای قوامی، این شبه نظامیان سوری که به نفع ترکیه دارن میجنگن در اون مناطق، اینها کیا هستن؟ اینا گروه هایی از القاعده هستن، جنگجویان قبلی داعش هستن، یک سری از پناهندگان سوری بودن که تو ترکیه بودن و یک سریشون در واقع شستشوی مغزی داده شدن و اینها به سمت جهادگرایی و اخوان المسلمین پیش رفتن، یک سری هستن که مزدورن و فقط برای سیر کردن شکم زن و بچهشون یا خودشون در واقع دارن می جنگن در ازای پول، یک سری دیگه وابسته هستن به چیزی که قبلا بهشون می گفتن ارتش آزاد سوریه. در واقع اینها زیر یه پرچم جمع شدن و همگی به عنوان مزدور در اختیار ترکیه قرار گرفتن. چون اگه نگاه کنیم اینها حتی اونایی که بخشی از ارتش آزاد سوریه بودن ادعا میکردن که در واقع کردها با رژیم اسد همکار هستش و کردها به اسد در واقع قدرت بیشتری میبخشن، ولی حرکت و حمله فعلی ترکیه به شمال شرق سوریه باعث شده که کردها بیان و مجبور بشن یک سری از شهرها رو شاید به دولت سوریه بدن و اونها این روند قدرت گرفتن اسد رو در واقع دارن تسریع میبخشن. آقای کوچ، قبلا هم ادعاهای زیادی مطرح بوده که گویا دولت ترکیه از افرادگرایان مذهبی به نفع خودش استفاده میکنه. چقدر با ارزیابی آقای قوامی در مورد اون نیروها موافق هستید؟ من کاملا موافق نیستم با نظراتشون، اصلا مخالف هستم. اون چیزی که اصطلاح و ادبیاتی که ایشون به کار میبرن امروز اصلا میشه برای مزدوران ایران، مزدوران آمریکا که خود پی‌وای‌دی هستش، مزدوران روسیه، ارتش اسد است. اصلا اخه بخوایم مزدور کلمه استفاده کنیم برای تمام اینها و خود شامل پی‌وای‌دی هم میشه. بنابراین این ادبیات چندان کاربردی نداره برای این موارد. و ترکیه شما میدونید با داعش به عنوان کشوری که بیشترین ضربه را دیده و بیشترین مبارزه را کرده، اصلا ورودش به جرابلس و الباب برای اولین بار ورود به خاک سوریه به دلیل مبارزه با داعش بود، نه پی‌وای‌دی یا سایر نیروها. بنابراین این نظریه، این تز کاملا باطله، هیچ معنایی هم نداره. گروه هایی که تحت یک پرچم یا یک مرکز جمع شدن تحت عنوان ارتش ملی امروز یا به اسم دیروزش ارتش آزادی بخش سوریه، گروه های متفاوتی هستند، ولی از اون گروه هایی نیستن که جزء داعش باشن، جزء النصره باشن، القاعده باشن. اینها حساب کتابشون، ترکیه حساب کتاب خودش رو با این گروه ها کاملا جدا کرده و فاصله که گذاشته بین آنها و بین خودش این کاملا مشخصه. گروه های کلان ایدلیب هستند و باید یه جورای آمریکا، عربستان یا اروپا یه جورای دارن حمایت میشن اون گروه ها و مورد حمایت ترکیه به هیچ وجه نیستن. ترکیه فقط داره اونجا کنترل میکنه که یک بحران انسانی دیگه پیش نیاد که میلیون ها پناهجو رو بیاره به ترکیه، مگر نه اصلا اونا رو واگذار میکرد به خود اسد و ایران و اروپای هر جوری هر حساب کتابی دارن با هم ببینن. آقای قوامی، کم و بیش آقای ترامپ هم همین حرف رو میزنه، میگه یک جنگی بین کردها و ترکها، جنگی بی پایان، ما هم نباید وارد اون بشیم. آقای کوچ میگن که یکی از انگیزه های ترکیه ملاحظات انسانی بوده. خیر، همچین چیزی نیست. ببینید، واکنش کشورهای اروپایی بسیار جالب هستش. ترکیه در حال حاضر به یک خطر امنیتی برای اروپا و حتی آمریکا تبدیل شده.
این در واقع موضع کشورهای اروپایی که سرسخت هستش و احتمالاً ما خواهیم دید در روزهای آینده که بسیار سخت در خواهد شد، تنها به مسئله شمال شرق سوریه بر نمی‌گرده. در واقع بخش اشغال شده قبرس رو اگه نگاه کنیم، همین دیشب که در واقع چند روز پیش ترکیه یک کشتی برای استخراج نفت و گاز تو این که در واقع اشغال شده فرستاد همراه با 4 کشتی جنگی، فرانسه در واقع دو ناو دریای خودش رو فرستاده قبرس که با ترکیه مواجه کنه. در واقع ترکیه به یک خطر امنیتی بسیار بالایی برای اروپا مبدل شده، هر روز تهدید میکنن، اروپایی ها متوجه این هم هستن، متوجه هستن که در واقع ترکیه در حال کمک و همکاری به گروه های افراطگرا در اروپا هستش. دسامبر 2018 که دولت اتریش دهم مسجدی که از طرف آقای اردوغان و دولت ترکیه عامی می شدن و موجبات افراطگرایی رو به وجود می آوردن رو بست. آقای کوچ، ارتباط موضوعی که الان در شمال سوریه در حال رخ دادن هست با سیاست خارجی و داخلی ترکیه توسط خیلی از کارشناسان مطرح شده. بعضی میگن که چون آقای اردوغان در داخل دستش ضعیف شده، نمونش باختن انتخابات شوراهای شهر و شهرداری ها در استانبول، به این سمت حرکت کرده بلکه بتونه موقعیت خودش رو در داخل تقویت کنه. نه آقای موسوی، این خلاف واقعیته، چون برای اگه نزدیک انتخابات بود میشد اینو به معتبر دانست، ولی الان نزدیک چهار سال زمان مونده برای انتخابات و اصلا آقای اردوغان نیازی نداره که بیاد چنین حساب باز کنه برای این حمله. این حمله کاملا مربوط به امنیت ملی ترکیه است در بلند مدت، در میان مدت، و برخلاف سخنان آقای قوامی ترکیه اصلا دروازه امنیت اتحادیه اروپا است و برای این هم هزینه بسیار سنگینی داره متحمل میشه، نه از الان، از زمانی که عضو ناتو شده است داره این خدمت رو میکنه به اتحادیه اروپا. بنابراین اتحادیه اروپا اینجا مدیون ترکیه هست، هم از بابت امنیت، هم از بابت بحران پناهندگان و سایر مسائل. بنابراین اینا رو بدون در نظر گرفتن اینها، صرفا با اتکا به نظر اتریش یک کشور اصلا ناچیزی محسوب میشه در قبال آلمان، فرانسه، انگلیس، بیاییم رو حساب کنیم که یک مسئله کوچیک روی داده و با استناد به اون مسئله کوچیک بیاییم تعمیم بدیم به کل مسائل امنیتی و اقتصادی سیاسی اتحادیه اروپا ترکیه. ممنونم از محمد کوچ، پژوهشگر مرکز مطالعات ایرانی آنکارا از آنکارا با ما، و همینطور رامان قوامی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. و اما همونطور که اشاره کردم، سینه محمد، نماینده شورای سوریه دموکراتیک در آمریکا، از واشنگتن دی سی با ماست. خانم محمد، این اتفاقهایی که در حال رخ دادن هست آیا نتیجه خلأ قدرتی است که با خروج آمریکا پیش اومده؟ در واقع اون چیزی که الان داره در منطقه اتفاق میفته به علت توافقی که بین آمریکا و ترکیه و SDF منعقد شد درباره امنیت مناطق مرزی، و ما این قرارداد رو منعقد کردیم برای اینکه وارد چنین جنگی نشم. وقتی این قرارداد الان دیگه جواب نمیده و دولت ترکیه این قرارداد رو زیر پا گذاشته و با حمله به منطقه ما لگدمال کرده این قرارداد رو، با حمله به غیر نظامیان بیتوجهی کرده به این قرارداد و از اون منطقه مرزی ترکیه و سوریه نیروهاش رو به بیرون برده، گویی که دارن اجازه میدن به نیروهای ترکیه که به ما حمله بکنن و یورش ببرن به منطقه. لذا ما از 9 اکتبر مقاومت کردیم تا تونستیم ایستادگی کردیم، اما خیلی از غیر نظامی ها جان خودشون را از دست دادن. خیلی از اونها در خطر داعش هستند که اینا مورد حمله قرار گرفتن. بعد اردوگاه های جنگجویان داعش هم اونجا هستن که خیلی آدم های خطرناکی در اونجا اسکان داده شدن. حالا به خاطر حملات حدود 785 نفرشون موفق شدن که از این اردوگاه فرار بکنن. بنابراین عواقب چنین کاری جز عواقب چنین کاری بوده.
بنابراین می‌بینید که این توافقی که بین روسیه و رژیم و روسیه شد هم زمین ساز بود. خانم محمد، در هر صورت آمریکا تصمیم خودش رو گرفته. آقای ترامپ هم اشاره کرد که تمایل نداره دیگه در این جنگ بی پایان آمریکا رو نگه داره. آیا نیروهای بشار اسد، دولت سوریه میتونن به کمک نیروهای کرد بیان؟ آیا میشه روی کمک اونها حساب کرد از نظر شما؟ در واقع ما جزئی از سوریه هستیم، مردم ما هم جزئی از مردم سوریه هستند. ما خواستار مذاکره با همه شدیم، با دولت سوریه خواستار مذاکره شدیم، حتی با دولت ترکیه خواستار مذاکره شدیم که چنین فاجعه‌ای برای مردم پیش نیاد. برای همین فکر میکنم این نه فقط وظیفه حکومت سوریه است که نه فقط از کردها حمایت بکنه که اونجا زندگی میکنن، عربهای زیاری اونجا زندگی میکنن، یزیدی ها زندگی میکنن، ترکمن، ارمنی ها. بنابراین کاری که سوریه داره میکنه حمایت از تمام مردم منطقه است. ولی حالا اون قراردادی که ما امضا کردیم برای فقط اون مناطق مرزی نیست. ما تازه در آغاز این قرارداد بین SDF و رژیم هستیم. این مثل قرارداد نظامی هستش که جلوی کشتار بیشتر غیر نظامیان رو بگیره، جلوی فجایع بیشتر رو بگیره، جلوی قتل‌کشی و نسل‌کشی رو جلوی نسل‌کشی رو بگیره. بنابراین جزئیات هنوز روشن نیست. جزئیات روشن نیست که این توافق کجا باشه، در کوبانی و منبج باشه یا نه، که بتونه جلوی دولت ترکیه را از حمله های بیشتر بگیره. در نهایت استدلال دولت ترکیه این است که سالهاست با PKK، حزب کارگران کردستان، درگیره. این حزب روابط روشنی با نیروهای کرد در شمال سوریه داره و تمام این اتفاقها برای تأمین امنیت خاک ترکیه است. من فکر میکنم این بهانه‌هایی که ترکیه الان داره بهانه‌هایی است که سال هاست داشتن. اگه ترکیه مشکلی با PKK داره، بره این مشکل رو تو داخل مرزهای خودش حل بکنه. اگه ترکیه مسئله با مردم کرد داره، با PKK داره، بره مسئله حل بکنه. در شمال سوریه خبری از PKK نیست، نیروهای مردمی کرد هستند که نه تنها دارن اداره میکنن تمام منطقه شمال سوریه رو، بلکه دارن یه اداره مشترک این منطقه رو برای تمام مردم و مناطق انجام میدن، برای عرب ها، برای ترکمن ها و اینها. اینهایی که شما گفتین بهانه های دولت ترکیه هست. اونها باید مسئله شون رو در داخل کشور خودشون حل کنن. مسئله های زیادی در داخل کشور خودشون دارن، نه فقط با کردها، بلکه با خود مردم ترکیه هم مشکل دارن، با ترک ها مشکل دارن. خیلی الان ترک ها در زندان دولت ترکیه هست که کرد هم نیستن. بنابراین به نظر میاد دولت ترکیه میخواد همه مشکلات چه فقط به خارج از کشور صادر بکنه، فقط برای اینکه بتونه رأی بیشتری رو برای اردوغان جمع کنه. ممنونم از سینه محمد، نماینده شورای سوریه دموکراتیک در آمریکا، از واشنگتن DC با ما. نخست وزیر پاکستان در تهران با رهبر و رئیس جمهوری ایران گفتگو کرد. عمران خان میگوید دلیل اصلی سفرش به ایران جلوگیری از وقوع جنگ بین ایران و عربستان است. آقای خان بعد از این دیدارها برای گفتگو با مقام‌های سعودی راهی عربستان شد. تلاش پاکستان برای میانجیگری در حالی است که حمله به نفتکش ایرانی در دریای سرخ دوباره تنش بین عربستان و ایران را تشدید کرده. ایران میگوید سرنخ‌هایی از حمله در دست دارد و عربستان میگوید که حادثه کشتی ثابتی ربطی به این کشور ندارد. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. دیدار عمران خان نخست وزیر پاکستان با مقام‌های ایران. مأموریت میانجیگری بین تهران و ریاض. پیام دعوت به دوستی. Mr. President, we have Iran is our neighbor.
آقای رئیس جمهوری، ایران همسایه ماست و دوستی با ایران قدمتی تاریخی دارد. عربستان سعودی دوست نزدیک ماست و ما نمیخواهیم بین ایران و سعودی تقابلی رخ بدهد. میفهمیم که موضوع پیچیده است، اما معتقدیم میشود با گفتگو مشکل را حل کرد. آنچه که هرگز نباید اتفاق بیفتد جنگ بین ایران و عربستان است، چرا که چنین درگیری بر همه کشورهای منطقه تأثیر میگذارد و فقر را در جهان گسترش میدهد. و این شرط حسن روحانی برای گفتگو با ریاض و البته تایید ضرورت حل اختلاف ها. آقای نخست وزیر راجع به امنیت منطقه حساس خلیج فارس نکاتی داشتند که ما هم اون رو تایید میکنیم. کلید حل و فصل مسئله پایان یافتن جنگ یمن، آتش بس فوری و کمک به مردم یمن هست که این میتونه آغاز بسیار خوبی باشه. پیشنهادهای حسن روحانی در قالب طرح قبلی ایران برای پایان جنگ یمن است که آیت الله خامنه ای هم در دیدار با عمران خان بر آن تاکید کرد. نخست وزیر پاکستان پیام کشوری دیگر را هم برای ایران آورد. او با اشاره به دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که آقای ترامپ خواستار میانجیگری پاکستان برای باز شدن راه گفتگو با تهران شده. حالا اما میانجیگری در روابط ایران و عربستان بر مسائل تهران واشنگتن سایه انداخته. موضوعات منطقه‌ای و هرچند ایران پیشتر گفته بود که به میانجیگری نیاز ندارد و آماده مذاکره با عربستان است. ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که چه با میانجی چه بدون میانجی همیشه آماده هست که با همسایگان خودش از جمله با عربستان سعودی گفتگو بکنه، اگر سوء تفاهمی هست برطرف بشه. این دومین سفر عمران خان به ایران است و دیدار با رهبر ایران در برنامه اوست. چیزی که یادآور میانجیگری‌های اخیر مانند تلاش نخست وزیر ژاپن برای بهبود رابطه تهران واشنگتن است. قرار است آقای خان بعد از ایران به عربستان سعودی برود. انگیزه پاکستان برای بازی کردن نقش میانجیگر منطقه‌ای تقریبا مشخص است. حدود 2.5 میلیون پاکستانی در عربستان سعودی زندگی می‌کنند و این کشور رابطه اقتصادی گسترده‌ای با ریاض دارد. منافع ملی پاکستان در دوستی با عربستان است. همزمان پاکستان همسایه ایران و حافظ منافع این کشور در امریکاست. هر گونه تنش بین عربستان و ایران بر مناسبات سیاسی اقتصادی اسلام آباد تأثیر جدی می‌گذارد. رابطه بین ایران و عربستان سالهاست پرتنش است. رابطه دیپلماتیک دو کشور پس از حمله 3 سال پیش به سفارت عربستان در تهران قطع شده. تنش بین این دو در چند ماه اخیر پس از حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان ملتهب تر شده و حالا شرایط امنیت در منطقه نگران کننده است. آخرین مورد در این نقطه از نقشه منطقه پرتنش خاورمیانه رخ داد. نفتکش ایرانی ثابتی در دریای سرخ و در نزدیکی بندر جده عربستان دچار حادثه شد. ایران گفته که سرنخ‌هایی از حمله موشکی به این نفتکش دارد و آن را بی پاسخ نخواهد گذاشت. وزیر مشاور عربستان در امور خارجه اما امروز گفت که این حمله کار عربستان نبوده. این فصلی جدید در روابط پرفراز و نشیب ایران و عربستان است، با نقش‌آفرینانی جدید و شاید سرانجامی متفاوت. شیدا هوشمندی، بی بی سی. سیگورد نیوباور تحلیلگر روابط آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس از واشنگتن دی سی به ماست. آقای نیوباور، قبل از اینکه حالا به اصل موضوع رابطه ایران و عربستان و میانجیگری عمران خان بپرسم، میخواستم از شما بپرسم که نگاه آمریکا چیه؟ چقدر کاهش تنش بین ایران و عربستان به نفع آمریکاست؟ این به نفع منافع ایالات متحده است. البته هر وقت که تنش در خاورمیانه کاهش پیدا بکنه به نفع آمریکاست. اما باید این رو در نظر داشته باشیم که تلاش‌های میانجیگرانه آقای عمران خان بسیار تلاش‌های محدودی هستند. این تلاش‌ها ارتباط خاصی با وضعیت یمن دارند. مشخصا وضعیت یمن برخلاف نخست وزیر ژاپن که دیدیم رفت به ایران و سعی کرد که تنش بین ایران و آمریکا رو کاهش بده،
اون چه که آقای عمران خان داره انجام میده اینه که فقط داره درباره یمن صحبت میکنه. همونطور که ماه گذشته دیدیم، کمتر از یه ماه گذشته ایرانیان یک حمله کم سابقه رو به تاسیسات نفتی عربستان انجام دادن که این پیام رو به وضوح به رهبری سعودی ها رسوند. الان هم اونچه که امرها داره تلاش میکنه انجام بده این هستش که گام بعدی رو مشخص بکنه، یعنی اینکه ایران الان داره عملا عربستان رو در وضعیت یمن در یک گوشه بسیار سختی قرار میده و این چارچوب بزرگتر رو باید در نظر بگیریم وقتی به تلاش‌های امران خان نگاه میکنیم. ایران البته قبول نداره که در اون حمله مستقیما دست داشته. در هر صورت شما اشاره کردید که موضوع بحث فعلا یمنه، حل شدن مشکل یمن یا یک آتش بس در اون کشور شروع خوبی نخواهد بود برای حل منازعه بین ایران و عربستان؟ البته اون فرایند دیپلماتیک در مورد یمن مورد استقبال همه قرار خواهد گرفت. اون چیزی که الان داره اتفاق میفته فرق میکنه. ایرانی ها الان دارن سعودی ها رو تحقیر میکنن. اونها به خاطر اینکه جامعه جهانی الان خیلی هاشون فکر میکنن که ایرانی ها دارن در این حمله دخالت کردند، کاری که ایران الان داره میکنه اینه که کاری میکنه که سعودی ها از یمن برن. ایران روی این حساب کرده که دولت ترامپ از عربستان حمایت نخواهد کرد در این قضیه، بنابراین کاری که الان عربستان داره انجام میده واقعا اینه که به خاطر فشارهای ایران داره از یمن میره بیرون و این کمک نخواهد کرد به این بحث کاهش تنش بین ایران و عربستان نیستش. بحث اینه که ایران داره به عربستان فشار میاره و عملا دیکته میکنه که از یمن خارج بشه، همون کاری که با امارات کرد. اونجوری که فشارهای ایران باعث شد اماراتی ها هم از یمن برن، همه همین رو در منطقه فهمیدن. عمران خان هم داره این پیام ها رو الان میبره، بنابراین این متاسفانه به تنش ها در منطقه خواهد افزود. در هر صورت اگر عربستان سعودی از یمن خارج بشه ممکنه که تلفات انسانی در اونجا محدودتر بشه، ممکنه که خود عربستان سعودی هم کمتر مورد تهدید قرار بگیره، اینطور فکر نمی کنید؟ من فکر میکنم اونچه که ما خواهیم دید اینه که حوثی‌ها در یمن قوی‌تر خواهند شد. به هر حال لحاظ سیاسی الان حوثی‌ها قوی‌تر هستند به خاطر اینکه خیلی از گروه‌هایی که عربستان سعودی از اونها در میدان جنگ یمن حمایت کرد، در کنار اماراتی‌ها حمایت کرد، اونها نتونستن حوثی‌ها رو از قدرت ساقط بکنن. بالا می‌بینید دولت یمن که در تبعید هست در عربستان الان مستقر شده واقعا هیچ قدرتی نداره. برای من بازیگران واقعی در صحنه یمن حوثی‌ها هستن. اینکه آیا حوثی‌ها حاضر هستن با دیگر بازیگران در داخل یمن وارد تعامل بشن، وارد گفتگو بشن، الان خیلی زوده بخوایم بگیم، اما به نظر من این درست هستش که بخوایم حرف بیراهی نیست که بگیم که جنگ در یمن ادامه خواهد داشت ولو اینکه عربستان دست از بمباران حوثی‌ها در یمن در این ابعاد گسترده برداره، ولی بازم اون جنگ همچنان ادامه خواهد داشت. گفته شده که عمران خان علاوه بر این که بین ایران و عربستان قصد میانجیگری داره، حامل پیام‌های بین ایران و آمریکا هم هست. در اون زمینه چقدر میشه به وزن عمران خان، به جایگاه اون امید بست؟ راستش رو بخواید من فکر میکنم کاملا غیر واقع بینانه هستش که بخوایم امیدی داشته باشیم. دیدیم که رئیس جمهور فرانسه برنامه خود شو داشت که هم با آمریکایی‌ها ارائه داد، هم به ایرانی‌ها ماهی داد. آقای مکرون خیلی قوی‌تر از آقای عمران خان هستش در صحنه بین‌الملل، ولی دیدیم که آقای مکرون هم نتونست این بنبست بین ایران و آمریکا رو بشکنه. بنابراین آمریکا میخواد کلا مسائل بسیار وسیع منطقه‌ای رو به بحث بذاره با ایران.
ایران، اما موضع ایرانی هستش که اگر آمریکا تمام تحریم‌ها رو برنداره و به برجام برنگرداره، هیچ مذاکره با آمریکا صورت نخواهد گرفت. و این پیام ایران هم از طریق آقای مکرون به پرزیدنت ترامپ برده شد. الان عمران خان در موقعیتی نیستش که بتونه این فعل انفعالات رو تغییر بده. تنها کاری که اون میتونه بکنه که یه ذره تأثیر روی وضعیت یمن داشته باشه. برای همین هم هستش که تلاشه دیپلماتیک آقای عمران خان فراتر از این نخواهد رفت. اگر برگردیم به نقطه ای که بحث رو از اونجا شروع کردیم، گفتید که کاهش تنش بین ایران و عربستان به نفع آمریکاست، ولی خود رئیس جمهوری آمریکا میگه که ما به عربستان سلاح میفروشیم، از این ناحیه سود زیادی رو عاید کشور خودمون میکنیم. کاهش تنش نمیتونه به معنای کاهش فروش سلاح به عربستان باشه و کاهش درآمد آمریکا؟ نه، من فکر نمی‌کنم. من فکر می‌کنم که صحبت‌های آقای ترامپ یه چیزیه که برای همه آشناست. اینکه ما می‌خوایم سلاح بفروشیم به عربستان، اینا جزء لفاظی‌های آقای ترامپ هست. فروش این تسلیحات به عربستان هیچ کمکی به بالا بردن امنیت عربستان نکرده، برای اینکه تنش بین ایران و آمریکا به خاطر خروج آمریکا از برجام و فشار حداکثری آمریکا به ایران اتفاقا نتیجه عکس داشته بر رابطه ایران عربستان. اون شیر خفته پارسی رو بیدار کرده، یعنی که ایران رو بسیار در موضع تهاجمی تری قرار داده که فشار خیلی بیشتری رو عربستان بذاره و عملا داره ایران داره دیکته میکنه به عربستان سعودی در وضعیت یمن. برای همین عربستان اولا نمیتونه خیلی حساب بکنه روی حمایت آمریکایی. با این وضعیت بسیار پرهرج و مرج روبرو هستیم، ولی وقتی گرد و خاک ها بخوابه میبینیم که تنها راه حل های دیپلماتیک هستن و آمریکا هم در میانه این اوضاع قرار داره. برای اینکه ایران هم نمیتونه فشارهای رو که آمریکا داره بهش وارد میکنه تحمل کنه. بنابراین اونچه که ما الان داریم میبینیم یه سری دود و گرد و خاکی میبینیم که در نهایت همه اینها فرو خواهد نشست و مذاکرات در پی اونها خواهد آمد. ممنونم از سیگورد نیوباور، تحلیلگر رابط آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس از واشنگتن دی سی با ما. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در جمع اعضای سپاه پاسداران از این نهاد نظامی خواست از همه تجهیزات نظامی لازم برخوردار شوند و آنها را در داخل ایران تولید کنند. او در حالی این توصیه را کرده که تنش میان ایران و آمریکا و همچنین ایران و عربستان افزایش پیدا کرده. در سالهای گذشته نقش سپاه در سیاست داخلی و خارجی ایران گسترش پیدا کرد و مشخص نیست افزایش قدرت سپاه تا کجا پیش خواهد رفت. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. آنهای مسلح ملاقات براز پیش فنگ. حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه امام حسین از مراکز آموزشی وابسته به سپاه پاسداران. آیت الله خامنه ای گفت به موفقیت‌های این دانشگاه افتخار می‌کند اما قانع نیست. یکی از مصادیق قوت او از فرماندهان سپاه خواست از همه تجهیزات لازم دفاعی، عملیاتی و اطلاعاتی برخوردار شوند و این ابزار تولید داخل باشد. رهبر جمهوری اسلامی حدود 10 روز پیش هم در دیدار با فرماندهان سپاه از آنها خواسته بود برای مواجهه با حوادث به گفته او بزرگ آماده باشند و به آنها توصیه هایی هم کرده بود. توصیه های آیت الله خامنه ای بعد از افزایش تنش میان ایران و آمریکا اعلام شده. سرنگونی پهپاد آمریکا در جنوب ایران از جمله اتفاقاتی است که بر تنش ها افزوده. آیت الله خامنه ای امروز در دانشگاه امام حسین گفت رفتار آمریکا باعث شده به گفته او عزت سپاه در داخل و خارج از ایران زیاد شود. به نظر می رسد اشاره او به نقش فرماندهان سپاه در سیاست خارجی ایران باشد. معروف ترین آنها هم قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه است که در تحولات منطقه از جمله سوریه، عراق و لبنان نقش پررنگی دارد. حالا من اینا رو تحویل بدم اینجا به سپاه پاسداران. سازمان عریض و طویل است که در نخستین روزهای بعد از انقلاب ایران در سال 57 با فرمان آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی تأسیس شد. افتتاح میکنیم این 4150 پروژه عمرانی را. این سازمان نظامی علاوه بر فعالیت های نظامی در داخل و خارج از ایران فعالیت های سیاسی و اقتصادی گسترده ای دارد. دستی هم در فعالیت های فرهنگی و رسانه ای دارد. از جمله فعالیت‌های سیاسی سپاه نقش این سازمان در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. اونها به چه دلیل این همه اصرار دارند که سپاه و بسیج
تحت عنوان نیروهای نظامی نباید به هیچ وجه در انتخابات دخالت بکنن. نباید دخالت بکنیم تا اونها بتونن کار خودشون رو انجام بدن و مزاحمتی برای اونها سپاه و بسیج نداشته باشن. آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی گذاشته. سپاه بعد از جنگ ایران و عراق وارد فعالیت‌های اقتصادی گسترده شده. با این حال هیچ گزارش مالی شفافی درباره این فعالیت‌ها منتشر نشده. فعالیت‌های سپاه از جمله در زمینه سدسازی، جاده‌سازی، راه آهن، نفت و گاز و مخابرات بوده. آمدند. به نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی بر سر نقش سپاه و میزان قدرت و اختیاراتی که باید داشته باشد اتفاق نظر ندارند. سرمایه رو، سایت رو، روزنامه رو، خبرگزاری رو، همه رو جمع کردی در یک نهاد. ابوذرم باشه فاسد میشه. سلمانم باشه فاسد میشه. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مطرح شدن بحث جانشینی رهبر جمهوری اسلامی گفته می شود که احتمالاً نقش سپاه پاسداران در معادلات سیاسی ایران پررنگ تر خواهد شد. فرین عاصمی، بی بی سی. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا با ما هستند. آقای حسنیاری، رابطه قلبی رهبر جمهوری اسلامی با سپاه بر کسی پوشیده نیست. دلیل این تأکید دوباره بر حمایت از سپاه چیه؟ تأکید دوباره این علاقه قلبی که شما اشاره کردین برمیگرده به وضعیتی که جمهوری اسلامی در اون قرار داره. امروز سپاه به عنوان تکیگاه اصلی نظام جمهوری اسلامی قدرتی است که از این نظام دفاع میکنه و در نتیجه بایستی از سپاه حمایت کرد و تمامی نیازهای مادی سپاه رو برآورده کرد و به همین خاطر هست که طی چند روز گذشته مرتب رهبر جمهوری اسلامی با سپاهیان صحبت میکنه، اونها رو تشویق میکنه به گسترش نفوذ خود نه تنها در خاورمیانه بلکه فرای منطقه. و اون چیزی که امروز ایشون اشاره کردن خب توسعه تجهیزات سپاه هست، همینطور مسائل دیگری که مربوط به این تجهیزات و نفوذ سپاه در منطقه و جهان هست. ایران از نظر مالی تحت فشار عظیمی هست. تحریم ها دسترسی به تکنولوژی رو هم جدای از محدودیت مالی محدودتر کرده. در این صورت چقدر سپاه توان این رو داره که بر مهارت‌های خودش و همینطور بر در توسعه توان داخلی خودش ادامه بده؟ به نظر من سوال شما کلیدیه، به این معنا که جمهوری اسلامی و به خصوص سپاه همواره تاکیدشون بر این بوده که تمام نیازهای تجهیزاتی خود رو در داخل ایران تولید میکنن. بعد دیدیم که با چه اصراری از روسیه خواستن که در نهایت اون سامانه S-300 رو تحویل بده. امروز هم زمانی که رهبر جمهوری اسلامی با سپاهیان صحبت میکرد اشاره کرد به گسترش نداد این فکر خود رو، ولی اشاره کرد به اینکه بایستی همه چیز در داخل تهیه بشه. معناش این هست که شاید این تجهیزات در داخل ایران تولید نمیشن و نیاز جمهوری اسلامی به این هست که در داخل اینا رو تولید بکنه، دقیقاً به خاطر مسئله که شما اشاره کردین، یعنی کمبود منابع مالی. و این توصیه و درخواست افزایش تجهیزات مدرن زمانی مطرح میشه که درست در همین روز درگیری بین کارگران متروی تهران و رئیس مترو به وجود میاد که کارگران معترض هستند به اینکه وضعیت مالی حقوقیشون خوب نیست. در نتیجه تحریم ها فشار زیادی رو بر جمهوری اسلامی وارد میکنن، منتها اولویت جمهوری اسلامی ظاهرا همونطوری که قبلا بارها اشاره کردن در حفظ نظام هست و حفظ نظام واجب ترین امور است. میهمان قبلی ما از آمریکا حرف از این میزد که در نظر بسیاری ها در غرب گویا شیر خفته فارسی از خواب بیدار شده و در منطقه هم تبدیل شده به یک قدرت. شما به نابسامانی های داخلی اشاره کردید. تا چه اندازه این چهره رو میشه نشون داد؟ تا چه اندازه میشه این وضعیت رو به همین شکل ادامه داد؟
مهمان محترم شما اشاره کردن به شیر پارسی. اگر که به سخنان رهبران جمهوری اسلامی چه آیت الله خمینی و چه آیت الله خامنه‌ای توجه بکنیم، هرگز از شیر پارسی اینا صحبت نمی کنن. بحث ملت امت اسلامی است، بحث گسترش ایدئولوژی شیعه است و شیعه‌گری در منطقه و جهان و بحث برخورد با صهیونیسم و امپریالیسم و شیاطین مختلف است. بنابراین آنچه که گفته میشه در خارج از مرزهای ایران بایستی به وقوع به پیونده برخورد با قدرت‌های دیگر هست که خب این هم ایران رو وارد جنگ بی انتهایی میکنه، حتی اگر این جنگ درگیری مستقیم نظامی نباشه به شکل دیگر خودشون نشون میده، تحریم‌ها، فشارها و همینطور انزوا. به همین خاطر هست که در مورد این حمله‌ای که ظاهراً به کشتی ثابتینی ایران در دریای سرخ صورت گرفته جمهوری اسلامی، مسئولین در جمهوری اسلامی گفتن که هیچ کشوری حاضر نشد که به این کشتی کمک بکنه. خب این گویای بسیاری از حقایق هست و اینکه مسائل نه تنها در داخل ایران مشکل هستند، بلکه در رابطه بین جمهوری اسلامی و جهان خارج نیست. و در نهایت این حرفای آیت الله خامنه‌ای هیچ امیدی رو میگذاره برای کسانی که به نابسامانی‌های از جمله فساد اشاره می‌کنند در سپاه پاسداران، به قاچاق کالا اشاره می‌کنند و به این که این نیروی نظامی، فرهنگی و اقتصادی به کسی حساب ده نیست؟ ببینید، زمانی که آقای احمدی نژاد از برادران قاچاقچی صحبت می‌کرد، در اون زمان خیلی حرفاش مورد توجه قرار نگرفت. بعداً خب روشن‌تر دیده شد که حضور سپاه در زمینه‌های مختلف تا چقدر عمیق است. شما گفته آقای روحانی رو پخش کردین در مورد سلاح به دست و مطبوعات و مسائلی از این قبیل. ببینید، سپاه امروز پرقدرت‌ترین نیرو در جمهوری اسلامی است، منظم‌ترین در جمهوری اسلامی است و گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی به این معناست که هیچ گونه راه حل دیپلماتیک رو برای عبور از بحران‌های مختلفی که جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته خود رو با اونها درگیر کرده بوده و یا اینکه اونها رو به وجود آورده، نمی‌شود تصور کرد، به خاطر اینکه عناد و دشمنی با دشمن یک اصل هست برای جمهوری اسلامی و تا زمانی که محقق نشود به با کمک پروردگار، همونطور که رهبر جمهوری اسلامی تأکید میکنه و این حق است که چنین بشود، این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین نمیشود انتظار داشت که مسئله بهبود معیشت، وضعیت کار، وضعیت ازدواج، مسکن و مسائل دیگری رو که مردم ایران به طور روزمره با اونها مواجه هستند از بین برد. و حتی در مورد اربعین هم به علارغم گفته هایی که صورت گرفته، خب دیدیم در یکی دو روز گذشته کسانی که به مرز با عراق رسیدن، اینها نتوانستن حتی آب آشامیدنیشون تأمین بشه و در نتیجه مقامات دولتی از اینا خواستن بازگردن به ایران. بنابراین بایستی دید که هزینه گفته های رهبر جمهوری اسلامی برای تولید این جنگ افزار تسلیحات بسیار مضر چقدر خواهد بود و یا آیا اساسا همونطور شما اشاره کردیم جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران چنین توان فنی رو داره که به تولیداتی دست پیدا بکنه که بتوانند این تولیدات با تولیدات دیگر کشورها رقابت بکنن. و در نهایت اینکه رهبر جمهوری اسلامی حمله لفظی بسیار شدیدی به رژیم شاهنشاهی کرده که رژیم شاهنشاهی سرسپرده بوده، تسلیحاتش از آمریکا بوده، ولی خب در اون زمان هیچ یک از کشورهای منطقه قادر نبودن که به خاک ایران نظر بدی داشته باشن، در حالی که امروز متاسفانه وضعیت کاملا متفاوت است. سپاسگزارم از هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا. تحقیقی نشان می‌دهد که 20 شرکت تولید کننده سوخت‌های فسیلی مسئول تولید 1/3 گازهای گلخانه‌ای در جهان هستند، گازهایی که به گفته دانشمندان عامل گرم‌تر شدن جو زمین و تغییرات اقلیمی هستند. شرکت‌های نفت عربستان ایران هم در میان این آلایندگان بزرگ معرفی شدند. پرهام قباده گزارش می‌دهد.
ایران، عربستان و آمریکا با اینکه در دنیای سیاست اختلافات زیادی با هم دارند، در تولید گازهای گلخانه‌ای که باعث گرمایش زمین می‌شود، با هم اشتراکات زیادی دارند. این روزها از گرمایش زمین، تغییرات اقلیمی و اعتراضات مدنی به کمکاری دولت‌ها در مقابله با اون می‌شنویم. اما تقصیر متوجه کیه؟ دولت‌ها، شرکت‌ها یا مردم؟ یه تحقیق جدید نشون میده تنها 20 شرکت نفت و گاز 1/3 کل گازهای گلخانه جهان رو تولید میکنن. این 20 شرکت طی نیم قرن گذشته 480 میلیارد تن دی اکسید کربن وارد جو زمین کردن که باعث گرمتر شدن زمین، آب شدن یخ‌های قطبی و فاجعه‌های محیط زیستی میشه. 12 تا از این شرکت‌ها دولتی هستن و 8 تا شرکت‌های خصوصی هن. اما در صدر این فهرست شرکت آرامکوی عربستانه که 59 میلیارد تن یعنی بیش از 4% کل دی اکسید کربن رو در جهان تولید کرده. نام آشنای دیگه در این فهرست شرکت ملی نفت ایرانه که پنجمین شرکت نفتی آلوده کننده محیط زیسته. این شرکت هم مثل آرامکو و گازپروم روسیه دولتیه. سه شرکت دیگه خصوصی هن. شرکت های شفرون، اکسان موبیل که آمریکایی هن و بی پی که بریتانیاییه. رهبران جهان 4 سال پیش در پاریس به توافقی تاریخی رسیدند که با کم کردن تولید گازهای گلخانه‌ای گرمایش زمین را به 1.5 درجه محدود کنند. اما دانشمندی که این تحقیق اخیر را انجام داده به پایبندی دولت‌ها و شرکت‌ها به تعهداتشان خوشبین نیست. من هیچ کارخانه‌ای رو در جهان نمی‌شناسم که برنامه‌ای منسجم برای تولیدات و به تبع اون سرمایه‌گذاری‌های آینده‌اش داشته باشه تا خودش رو با 1.5 درجه افزایش گرما که دانشمندان بهش رسیدن تطبیق بده. و به ویژه شرکت‌های نفت و گاز موظفند که از این خواسته پیروی کنند. To meet that expectation. The United States will withdraw from the Paris. روزنامه گاردین میگوید سه شرکت خصوصی صدر این فهرست، شفران، اکسان موبیل و بی پی، هر کدام $500,000 به کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ کمک کردند. مردی که حالا معروفترین منکر گرمایش زمین است و تنها رهبری است که از توافق اقلیمی پاریس کشورش را خارج کرده. گزارشی که پیشتر منتشر شده بود نشان می‌دهد 5 شرکت خصوصی نفتی سالانه $200,000,000 برای لابیگری علیه سیاست‌های اقلیمی هزینه می‌کنند. در رأس آنها شرکت بریتانیایی بی پی. شرکت‌های آمریکایی به طور ویژه زمان و تلاش زیادی را برای لابیگری در کنگره آمریکا صرف می‌کنند. 10 سال برای انکار و منحرف کردن بحث تغییرات اقلیمی سرمایه‌گذاری کردند. اما در سال‌های اخیر اهمیت تلاش بین‌المللی برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و مصرف سوخت‌های فسیلی را پذیرفتند. با این حال این شرکت‌ها هنوز برنامه‌ای برای فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی و سرمایه‌گذاری سنگین در انرژی‌های تجدیدپذیر ندارند. And veering away from adding to their reserves. اینجا در پاریس فعالان محیط زیست برای اعتراض جلوی مقر شرکت توتال فرانسه تجمع کردند. میگویند سرمایه‌گذاری‌های این شرکت‌ها در سوخت‌های فسیلی زمین را در آینده غیر قابل سکونت می‌کند. سوختی که زمانی طلای سیاه نام داشت، حالا از آن به عنوان بلای جان طبیعت نام می‌برند. پرهام قبادی، بی بی سی. برنامه امشب با کمی مشکل فنی همراه بود، بر ما ببخشید و آفرین هم بر نظر پاک خطا پوشتون باشه. شب و روز بر شما خوش.